اهمیت راستگویی و صداقت در اسلام. وقتی راستگویی میگویم همه میدانند که چقدر دروغ میگیم. وقتی از راستی حرف زده میشود دیگر همه ما خجالتیم، همه ما شرمنده هستیم، در حالی که شما میدانید که رسول معظم اسلام با آواز بلند صلی الله علیه و سلم یگانه صفتی که قرآن توصیفش میکند همین صداقت و راستگویی بود. این صفت بود که حتی دشمنان اسلام شاهدی میدادند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، دشمنان سرسختش. وقتی جلسه دایر می شود در دارالندوه که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم ادعای پیامبری کرده، بتان ما را قبول ندارد، معبودان ما را قبول ندارد، ما چی شایعه بکنیم که مردم به گرد محمد جمع نشوند؟ کسی گفتن ما میگیم که محمد دیوانه است، نعوذ بالله. گفتن چگونه مردم این سخن ما را قبول میکنند در حالی که عاقلترین ما هست، در حالی که در تمام قضیه ها این را حکم میگیریم و این قضاوت میکند در میان ما، این را کس قبول نمیکنه. گفتن میگیم که دروغگو هست. گفتن ممکن نیست. مشرکین این را در بین خود میگوید. کسی از میان مشرکین بلند میشود میگوید ما میگیم که دروغگوست. گفتن نه، ممکن نیست، چون هیچ کس در تمام عمر از محبوب دلها محمد امین صلی الله علیه و سلم دروغ نشونیده، کس قبول نمیکنه. مشرکین این شهادت را میدهند که این محمد پیامبر است که در تمام عمر یک مرتبه تجربه دروغ از رسول الله نداری. کس از ما قبول نمیکنه. وقتی آیه فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین نازل می شود، ای پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم، تو برو اسلام را اظهار بکن، به همگان برسان و اعتنایی به مشرکین نکن. رسول خدا سر کوی صفا بلند می شود، صدا می زند، همه قبائل عرب جمع می شوند، حتی اونهایی که کار ضرور داشتن نمایندگان خود را فرستادن که بروید ببینید که محمد چه میگوید. همه آمدند در اطراف کوی صفا جمع شدند. کوی صفا کوی کوچک و خرد است، اونقدر بزرگ هم نیست. الله نصیب بگردانه که از نزدیک ببینیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو کرد به مشرکین، عرض کرد ای مردم، اگر من بگویم که از پشت این کو لشکر عظیم به شما حمله می کند، لشکر عظیم در حالت حمله کردن بر شما هست، شما مرا تصدیق می کنید؟ همه مشرکین به یک آواز صدا زدن که بله، تو صدیقی، از تو ما دروغ تجربه نکردیم، اگر تو بگویی لشکر عظیم از پشت کوی صفا به ما حمله می کند ما تو را تصدیق می کنیم. چون رسول خدا یک بار هم دروغ نگفته بود در تمام عمرش. نه تنها که نبی ما، بلکه همه انبیا این صفتشان بود، ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هیچ پیامبر را خدا در زمین نفرستاده دو تا تعهد از پیشش گرفتند. اول اینکه راست باید بگوید، چیزی را که از جبریل میشنود راست باید بگوید و به امانت خیانت نکند، چون وحی الهی امانت است، به این خیانت نکند. هیچ نبی در تمام عمرش دروغ نگفته است. پس عزیز من، ما امروز موضوع را تعیین کردیم، اهمیت راستگویی و صداقت در اسلام. حالا ببینیم، برویم خود را بررسی کنیم،
خود را ارزیابی کنیم، خود را فیلتر کنیم، خودمان قاضی بشویم. این را بیندیش، اگر روز قیامت الله رب العزت و الجلال تک تک و فرد فرد ما را طلب بکنه، یک قلم و یک کاغذ به ما و تو بده، بر ما بگویه خودتان به خودتان قاضی چند نمره بندگی میدهیم، چند نمره بندگی به خود میدهیم. اگر این را به من بدهد که احمد فیروز، خودت به خودت نمره بده. اگر وجدان بیدار باشد، اگر دل آگاه باشد، چه کردیم؟ چه کردیم؟ کس سجده ای که خدا را از اون راضی کرده باشه، کن نمازی که الله را از اون راضی کرده باشه. اگر این را به دست خودمان بدهد و خودمان را حکم قرار بدهد که خودتان به خودتان نمره بدهیم. ابو لهب فرمود الهذا جمعتنا، ای محمد هلاکت باد به تو. ابو لهب میگوید آیا به خاطر این ما را تو جمع کردی اینجا؟ این دشمن سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، عموی پیامبر بود، کاکای رسول خدا بود، اما باز هم به پیامبر نمیگوید تو دروغ میگی. دشمن سرسختش هست، این جمله را به پیامبر استعمال میکند، اما نمیگوید تو دروغ میگی، چون میداند که رسول خدا دروغ نمیگوید. پس یارانی که در اطراف پیامبر جمع شده بودند، اولین یار پیامبر را با آواز بلند میشم، کی است؟ ابوبکر چیلقه؟ صدیق. به کجا رسید این مرد خدا؟ به کجا رسید که رسول خدا میفرماید بعد از انبیا آفتاب طلوع نمی کند و غروب نمی کند به بهترین فرد جهان جز به ابوبکر صدیق؟ صدیق لقب گرفته، راستگو. راستگو، چرا بدبخت ما امروز؟ چرا امروز در زندگی ما گریهای افتاده هست؟ چرا امروز اجابت نمی شود دعاهای ما؟ چرا امروز خیر و برکت نیست در زندگی ما؟ چرا امروز خیر و برکت نیست در بازار ما؟ به رب کعبه قسم، اگر در این بازار ما و این شهر ما صداقت و راستی حاکم می شد، از آسمان و زمین برکات پروردگار به این شهر می بارید. امروز چیزی که ما نداریم راستی است. چیزی که ما نداریم عزیز من، ریش بزرگ قضاوت نمی شود که تو مسلمان خوبی. نماز دراز و طویل، رکوع دراز و طویل، این سبب نمی شود که ما حکم بکنیم تو مسلمان خوبی هستی. چیزی که مسلمانی من و تو را نشان می دهد، چیزی که ایمان من و تو را نشان می دهد، اون راستی و صداقت ما هست. چون کسی که راست نمی گوید نماز راست نمی خواند، کسی که راست نمی رود نماز راست نمی خواند، کسی که راست نمی گوید روزه راست نمی گیرد، کسی که راست نمی گوید عبادت راست نمی کند. چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ای امت تا دم مرد چیزی را که تلقین کرد راستی بود. اگر می خواهی دنیا به مشتت بیاید، آخرت به مشتت بیاید، اگر می خواهی هم مال دنیا مالش به تو بشود، هم آخرت مال تو شود، یک صفت را در زندگی خود زنده کن: صداقت و راستی.